ببینین خاک مصیبت زده اسمش وطنه، ببینین کشتی طوفان زده ایران منه، خاک اجدادی من از هر مه کهنه، سرزمین پدریست، سرزمین پدری دسته مشت راهزنه، سرزمین پدری دسته مشت راهزنه. وقت شما خوش. امروز دوشنبه 29 مرداد 2577 شاهنشاهی ایرانی، من سعید قاسمی هستم با یک برنامه فوق‌العاده مهم. در ابتدا لطف کنید توی فیسبوک و توی اینستاگرام دوستان اینستاگرام من پوزش میخوام، نمیتونم کامنتاتونو ببینم و نمیتونم بهتون پاسخ بدم. اگر سوالی بود میتونید برای صفحه بفرستید، تو اولین فرصت
پیامتون رو میبینم و پاسخش رو خواهم داد. الان نمیتونم ببینم چون یه گوشی من اونجا دارم گذاشتمش برای اینستاگرام و اینجا نمیبینم کامنتتون رو. خیلی سوال میپرسید که کامنت رو ببینید و پاسخ بدید ولی امکانش نیست. دوستان توی فیسبوک لطفا اگر صدا و تصویر مشکلی نداره این برنامه رو پخش کنید توی گروه ها، چون مثل همیشه برنامه های رستاخیز سیمرغ که میدونید در کنار افشاگری هایی که انجام میدیم، برنامه ها معمولا برنامه های جنجالیه و برنامه هایی که درست میخوره به هدف. برای اولین بار شاید که نه حتما، برای اولین بار یک روش مبارزاتی جدید رو ما میخوایم هم پیشنهاد بدیم هم خودمون برای اولین بار این کار رو انجام بدیم. و امیدوارم کسانی که ادعای سیاسی بودن میکنن، کسانی که ادعای مبارزه میکنن، هم به جای سنگ پرت کردن در بیابان، به جای اینکه 40 ساله من سازمان دارم، من گروه دارم، من فلانم، من آنم، من اینم، من فلانم، بشینن و فکر کنن ببینن چه کار باید انجام داد که مفید باشه. در ابتدای برنامه میخوام با جناب کمالپور عزیز یه درودی داشته باشم. جناب کمالپور درود بر شما، خیلی خوش اومدید. شما هم یه درودی با هموطنان داشته باشید تا بریم سراغ برنامه. میکروفونتون بسته است جناب کمالپور. درود بر شما جناب قاسمی عزیز گرامی، خسته نباشید. به نام خاک پاک ایران پادشاهی، به نام شهریار ایران زمین، درود دارم خدمت یکایک کمیانان عزیزم در هر کجایی که هستن و این برنامه رو میبینن. امیدوار هستم که این سلسله برنامه‌هایی که در برنامه‌هامون دارین، در طرح جدیدیه که با جناب قاسمی صحبت کردیم، اجرا بکنیم، یک راهی باشه برای همه، یعنی برای مبارزه یاد بگیرن، نترسن، به جای پلدورن پلدورن کردن ها، به جای لاف زدن ها، به جای آب تو آسیاب دشمن ریختن، یورش ببرن در قلب دشمن. برای چی؟ برای اینکه استراتژی واقعی دشمن رو برای اون دسته از همیهنانمون که هنوز به ماهیت این مزدوران، ملایان و رژیم آخوندی پی نبردن، دستشون رو بشه. امیدوار هستم که در هر جایی که میتونید این ویدیوها رو منتشر بکنید تا به دست همه برسه. جناب قاسمی، شما کامنت ها رو در فیسبوک زحمت بکشید ببینید، من در اینستاگرام اگر عزیزان کسی پرسشی داشت میبینم و مطرح میکنم. من جناب کمالپور نه توی فیسبوک میتونم کامنت ها رو ببینم نه توی اینستاگرام، متاسفانه، چون با تبلتم کار دارم راجع به همین مسئله که میخوایم صحبت کنیم و امکانش نیست. دوستان، اول بذارید یه چیزی خدمتتون عرض کنم. اگر توی این برنامه که الان داره میخوایم انجام بدیم، چون این گفتم یک برای اولین باره و دو یک مثالی رو همیشه یادتون باشه در فارسی هست که میگه یه موقعی هست که باید به گربه گفت زندایی. جناب جوان درود بر شما، جناب مهربانی، جناب قلمی و دوستان عزیز دیگه، آراد جان و همه دوستان، پوزش میخوام اگر تک تک نمیتونم نام ببرم، اینجا کامنت ها رو میبینم. یه موقعی، حالا عرض کردم، یه موقعی هست که آدم باید به گربه گفت زندایی. برای رسیدن به هدف، این یه موقعی باید تاکتیک زد، یه موقعی باید یه سری حرکت‌ها رو انجام داد که شاید از نظر بعضی‌ها غیر معقول بیاد، اما یه جمله بسیار زیبایی از یکی از این دوستان و استادان در حقیقت هست که همیشه میگن ایشون، سیاست هنر استفاده از ابزار موجود برای رسیدن به هدف است. برها اگر توی این گفتگویی که الان قرار انجام بشه شما یه کلماتی رو دیدید که من معمولا خود من به کار نمیبرم یا جناب کمالپور، تعجب نکنید چون داستان چیزی دیگه است. پخش کنید توی فیسبوک این برنامه رو. من جناب کمالپور، شما این پیشنهاد رو میدید، شما میگید میخوایم چی کار کنیم یا من بگم میخوایم چی کار کنیم؟ شما بفرمایید. دوستان، حقیقتش اینه که ما میخوایم جدا از افشاگری هایی که در خارج از کشور مافیاها اینا همه رو انجام دادیم، میخوایم یک روش جدیدی رو هم پیشنهاد کنیم هم شروع کنیم، یعنی از همین الان میخوایم شروع کنیم. اونم اینه، بسیاری از سیاسیون ما در این شبکه‌های رسانه‌ای، روزنامه‌ها، رادیوها و و انواع اقسام این داستان‌ها معمولاً میان سراغ خبرهایی که از داخل ایران میاد و اینا میان در مورد اون خبر صحبت می‌کنن. یعنی چی؟
یعنی اینا عکس العملن، عمل داخل ایران انجام میشه و اینا عکس العملشان که میشینن توجیه میکنن، توضیح میدن، یه سری ماسمالی میکنن، یه سری ماله بکشن روش، یه سری هم یه تفسیرای برای خودشون میکنن. ما تصمیم گرفتیم با جناب کمالپور، البته این کار هزینه داره، هزینه داره، ولی مهم نیست برای مبارزه. خیلی وقتا آدم باید پی خیلی چیزا رو به تنش بمانه. کاری که ما میخوایم انجام بدیم اینه، یعنی در این سلسله برنامه ها میخوایم تمام شماره تلفن های مسئولین کثیف جمهوری انگلنشان آخوندی رو از طویله شورای اسلامیش بگیرید تا طویله بیت رهبریش بگیرید تا طویله ریاست جمهوریش بگیرید و انواع و اقسام سازمان ها و ارگان ها رو. حالا اونایی که تلفن هاشون رو داریم پیدا کردیم، اونایی هم که نداریم، دوستانی که دسترسی دارن به اینجور منابع و میتونن شماره تلفن ارگان های خاص رو به ما بدن بدید، ما به صورت لایف یعنی همین الان زنگ میزنیم به این افراد، ممکنه پاسخ بدن و ممکنه پاسخ ندن، اما اگر پاسخ بدن ما میتونیم با این کاری که داریم انجام میدیم قلب کثیف دشمن رو باز کنیم و چهره واقعی افرادی که در سیستم هستن رو با زبان خودشون به ملت نشون بدیم. این من فکر میکنم، من که ندیدم در این چندین سال، حالا دوستان دیگه هم امیدوارم اگر نظری دارن تو این زمینه بدن، اما جناب کمالپور شما اگر توضیحی دارید بدید تا بریم سراغ اولین شماره تلفن و زنگ بزنیم ببینیم که چی میگن. من تو عرض کنم اولین توضیح اینه که شما انگشتات هی میره تو چش من و جلو تصویرم هم ماسکه هست، هی دستتو تکون میدی میره تو چش من. بعد دومی که بهترین چیزی که اتفاق میافته دوستان این هستش که ما در گام نخست برنامه‌ای که داریم این هستش که در رابطه با رژیم حقوقی خزر به نمایندگان طویله آخوندی زنگ بزنیم، شرایطی رو باید ایجاد بکنیم که اینها بتونن حرفشون رو بزنن و نظرشون رو راحت بیان کنن، حالا یا نظرشون موافقه با دولت روحانیه یا مخالفه، اما میخواییم اون چیزی که توی قلبشون هست و داره تو مجلس میگذره رو مردم بشنون، خصوصا همون حرف اولی که زدن. مردم داخل ایران هنوز فکر میکنم یه سری هاشون به ماهیت اصلی اینا یا پی نبردن یا نمیدونن چه اتفاقی داره میافته. به همین دلیل از مجلس شورای اسلامی شروع کردیم. جناب قاسمی نفر اول شماره رو بگیرید و شروع کنید. خب جناب کمالپور اول شما میگی که دست من میره تو چشم شما، خب قربون اون سر خلوتت برم، شما بیا این ور تصویر بشین اگه راه داره برات، این ور تصویر بشین که شما بغل من باشی، یعنی من حالا هر کاری بکنم به هر حال یه جوری جلوی تصویر شما رو میگیرم، یعنی اینجا. آره اگر میشه شما صندلیتو بذاری اینور. باشه پس من دوربینمو میبندم تا آماده کنم. شما آره. کارتون شروع کن. شما دوربینو ببند که شما بیفتی اون برای تصویر، من بتونم شما رو راحت داشته باشم. دوستان توی فیسبوک لطفاً لطف کنید این برنامه رو پخش کنید چون مهمه، مهمه و فکر میکنم که امیدوارم حداقل 5 تا از این نمایندگان گماشته شده در طویله اسلامی تلفنشون رو پاسخ بدن. به موبایل هاشون زنگ میزنیم و ببینیم چی میگن. اما اگر یه بار دیگه میگم اون کسایی که دنبال یه لحظه اجازه بدید، الان خوب شد جناب کمالپور. خب شما از اول این کار رو انجام بده دیگه، میکروفونت بسته است. من کمو اول عرض کردم، شما گفتی این ور خوبه، ما هم اونجا نشستیم. بله بریم دوستان شماره سراغ جناب کمالپور، شماره سراغ اولین کسشون یعنی اولین شخص سید فرید موسوی. من نمیدونم این نماینده کجاست ولی لیستشو داریم، شماره تلفناشو داریم. اگر به جای درود من گفتم سلام، بعد یه سری نه داستان درست کنن دوباره، چون میخوایم با اونا صحبت کنیم و اونا نباید بدونن ما کی فعلا. 2098 شماره هاشم میگم دوستان، اگر خواستید بعدا میتونید زنگ بزنید. 912 30
85 735. بریم برای اولین کس، سید فرید موسوی. جناب موسوی درود بر شما. من مسئول دفتر شما هستم، توی جلسه هستم. شما؟ من یه هموطن ایرانی میخواستم باشون صحبت کنم. کی میتونم تماس بگیرم قربان؟ یکی دو ساعت دیگه. سپاسگزارم از تو. قربان. خب اولین کس که مسئول دفترش جواب داد، جناب کمالپور، شما اگر کاغذ قلم دم دستت هست اینا رو بذار خودم بنویسم. پس پاسخ میدن، خیلی جالبه. فرید، سید فرید موسوی. بریم سراغ نفر دوم، حسن حسینی شارودی. حسن حسینی شارودی 2098 912 132 41 68. حسن حسینی شارودی. دوستان صدا براتون میاد توی فیسبوک؟ آقای شارودی جواب نداد. احتمالاً ببینید خیلی جالبه اینا، چون بعد از اینکه از بقول جناب کمالپور وقتی از اون تحویل میان بیرون میرن تو دفترشون، بعد میرن سراغ بیزینس های خودشون. احتمالاً بعضی مثلا اینه که یارو گفت توی جلسه است، توی جلسه باشه. جناب کمالپور میخواید نفر بعدی رو شما بزنید؟ بله، آقای کوچکی نژاد نماینده رشت بزنید. تلفنش. نفر بعدی آقای جعفرزاده، اون یکی نماینده رشت. بذارید رو آیفون جواب کنم. بله. تو شماره از سرویس خارجه. دوستانی که میتونید این برنامه رو معمولا ضبط بکنید، اگر هر کدوم این نمایندگان طویل شورای کثیف اسلام گوشی رو برداشتن و وارد بحث شدن، این یه تیکه ها رو ضبط کنید، اسم نماینده هم میگیم، بعد پخش کنید. جناب قاسمی شما بگیرید تا من دوباره. خیلی خب، پس من بذارم سراغ نفر بعدی، سفرعلی اسماعیلی 2098 911 912 15 600 82. سفرعلی اسماعیلی. الان تماس بگیرم، بعدنی در کار نیست. اپراتوراشون هم خالی می‌بندن.
دیدی خالی بس؟ خب ایشون رفته گل بچینه. میریم سراغ نفر بعدی. اجازه بدید آقا قاسم من دوباره کوچک نجات رو بگیرم. بگیر کوچک رو بگیرید ببینیم بزرگ چی میگه. نه بانو مها ایرانی، شماره رو من شماره خودم گوشیمو نونامبر کردم و وقتی نونامبر باشه شماره برشون نمیفته. شماره هاشون نمیفته و گیج میزنن. یعنی این کار انجام دادم. هم من هم جناب کمالپور گوشی همون رو نونامبر کردیم در حقیقا. دوتاشون بیان پاسخ بدن کافیه. دوتاشون میکشیمشون بیرون. نه حالا اینا بقیهشون هم به همین صورت. الو جناب ترکی؟ الو خب تا شما میگیری من برم سراغ نفر بعدی. کاظم دلخوش، ببینیم این دلخوش چقدر دلش خوشه. یه لحظه. الو درود بر شما. الو درود بر شما جان ترکی. حال تو خوبه قربان؟ من یه پرسش داشتم از شما. یک همیهنتون هستم، یک سری مشکلاتی از نظر ذهنی پیدا کردم نسبت به اتفاقات اخیر داخل کشور با توجه به اینکه شما من از تهران تماس میگیرم. من یک مشکلی داشتم جان. من از آریاشهر تماس میگیرم قربان. اول آریاشهر همیهن شما هستم به دلیل اینکه یک سری اتفاقاتی داره داخل کشور میافته. میخواستم از شما یه پرسشی بکنم ببینم نظر حضرت عالی در رابطه با این اتفاقات اخیر چیه و به عنوان یک شخص ایرانی چی نظر میدید و به عنوان یک نماینده نظرتون چیه و ما باید چیکار بکنیم الان؟ شماره تا خیلی حتیم قدیمه. این شماره چه شماره یه دو طرف هم من از این گوشی های قدیمی دارم. احتمال داره که شماره اصلا نیفتاده باشه برای شما، چون سیم کارت ایرانسل که میدونید شبکه های ایرانسل چه جوری هست. حالا اگر اجازه بفرمایید ما پرسش میکنید شما چجور شده که پرسش میخوایی بکنید چه کاره یه پرسش میکنید؟ من همیهن شما هستم، به خاطر همین مزاحم شما شدم ببینم به عنوان همیهن. یعنی انقدر بیکاری و انقدر خوبه هیچ چیز بده ما خرج کنیم دیگه. خب در خدمتتون هستیم. در آینده قطعا هزینه های زیادی رو برای شما خواهیم کرد که شما راحت خرج بکنید. اون اصلا چیز نکنید، شک نکنید. ولی این ور آب یا اون ور آب بستگی داره به ظرفیت شما جناب عالی. ببینیم که تا چه حدی ظرفیت دارید. ولی حالا اگر اجازه بفرمایید من پرسشام مطرح کنم ببینید اگه دوست داشتید ما هم جواب بدیم. در رابطه با داستان رژیم حقوقی دریای کاسپی هم می‌خواستم ببینم که شما نظرتون چیه در صحنه مجلس مطرح بشه. شما جوابتون دریای کاسپیان، دریای خزر، دریای مازندران، نظر شما چیه؟ شما اگر تو صحنه مجلس مطرح بشه نظر چیه؟ ما میگیم لعنت بر سلطنت طلبها، ما میگیم لعنت بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. بالاخره مردم مشکلات دارن ولی این مشکلاتشون انشالله یه جوری حل میکنن. اونم بالاخره اگر اومد تو صحنه اون فلان جا که شما دادیم ما بالاخره
روسیه هستیم. چی هستیم؟ یعنی میگم هممسیر با سیاست‌های روسیه هستیم و هر چیزی که رژیم جمهوری اسلامی بگه به جای حمایت از مردم. لعنت بر منافع یعنی منافع، یعنی شما منافع ملی کشور و تمامیت ارضی خوشی به مسئله شخصی بگو پخش شد. بگو این پخش شد آقای کمالپور، بشه بگو این پخش شد و حالا از فردا. آقا خیلی جالبه، ببینید اینجوری این بهترین روش برای اینکه تومون این مادر به خطا اکشونشون بیفته برای ملت. دوستانی که دسترسی دارید میتونید ضبط کنید. جناب کمالپور اسم این نماینده رو بگو که این مکالمه با اسم این نماینده با عکس این نماینده باید در فضای مجازی این تیکه ها پخش بشه. خدمت و عرض کنم که ایشون اکبر ترکی نماینده فریدون شهر بودن و اینجا ثابت کردیم که اگر ما پادشاهی خواستیم مؤدبیم و این آخونده چقدر کثیفن، یعنی هنوز منافع کشور رو در نظر نمیگیرن و به جای اینکه با رأی مردم هم ادعا میکنن رفتن توی مجلس، به جای اینکه جواب یک همیهنشون رو بدن مشکلات روز جامعه رو رسیدگی بکنن، هنوز به دنبال این هستن با ایشالله و ماشالله و آخون جماعت و قرآن و نمیدونم این چیزا مسائل اقتصادی مردم حل بشه، تمامیت ارضی کشور حل بشه، این اتفاقات رو میخوان رقم بزنن. جناب کمالپور آقای تکرار میکنم اکبر ترکی نماینده فریدون شهر. دوستان حالا اون کسایی که میتونید دسترسی دارید به این کار، عکس این شخص هم میتونید از توی اینترنت پیدا کنید روی همین کلیپ گذاشته بشه و این پخش بشه. نه این هر کدوم از اینا هر پاسخی دادن، گفتم ممکنه یه سری حرفا توی این برنامه زده بشه که حالا بعضیا بعداً بخوان داستان درست کنن، اصلا مهم نیست. مهم اینه که ما بتونیم چهره واقعی این انگلا اینا به ملت نشون داده بشه. بریم بذار من یکی رو بگیرم، آقای کاظم دلخوش، ببینیم این شخص چی میگه. با قول اون یه ویدیویی داره میذاره، میگه داغانیم آقا داغانیم. ببینیم یکی خیلی مشترک ما به نظر خاموش میباشد. خب اینم رفته هموم لونگ بچینه. بذار بریم سراغ بعدی. 2098 915 این مال سمت خوزستان باید باشه. 10 35 115 114 ببینیم این شخص چه میده. داغانیم آقا داغانیم. چه ظرفیتش هم بالا بود، از هرم بخواست بیاد این برای بذاریم این آقا جواب میده. آقای حسین زاده یکی هم که رفته تو باقالیا. اینایی که شمارهاشون میزنیم نمیگیره، حالا اگه فرصت بشه دوباره میگیریم. حسین زاده بریم سراغ بعدی. 2098 صبر ایزه بده جام کمان بود بیرش جلوی میکروفون. درود بر شما قربان. جمال زری کمالپور هستم، از تهران تماس میگیرم. وقت دارین چند لحظه مزاحمتون بشم؟ یک پرسش کاملا شفاف داشتم، یه ایرانی هستم میخوام جواب بگیرم ببینم چی کار باید بکنیم، واقعا دغدغه داریم الان. جایی هستم کانسومت ندارم مصاحبه کنم. کی من تماس میگیرم خدمتتون که زمان داشته باشید بزرگا؟ زمان سپاس از شما، بعدا تماس میگیرم خدمتتون. بگیرم. خب این یکیش هم که از اسمش یادداشت کن جناب کمالپور. بله بله. 2098 918 880
8 42. آقا چه شانس خوبی داری جام، که مال شما رو میگیرم، مال ما رو فرار میکنم. اینم 40. ببینیم این چی میگه. این آقای شهاب نادری. جواب قاسمی، اون اولش که ما میگیم درود، اینا تا ته خط رو میخونه. نباید بگی درود دیگه آقا، گفتم بگو سلام علیکم، اینجور بنده تو حلقت سلام علیکم. چی به یارو آخونده چی میگن؟ سبحکم الله و بر نمیدونم چی چی. آقای جعفرزاده نماینده رشت، بیار جلوی گوش میکروفون. بوق میزنه یا گوشیاشون دایلر شده است. زرآباد نماینده قزوین. صدا رو بلند کن. خب اگر وصل نمیشه من بگیرم یکی رو. اجازه بده یه بار دیگه گرفتمش تا الان داره وصل میکنه. خب من میگیرم. دوستان توی فیسبوک لطفا پخش کنید برنامه رو. بریم سراغ آقای عین الله شریفی پور. ببینیم این کیه. شماره که مورد نظر اشغال است. غلط کردی. کثافت به قول همشهری ها. بذار بریم دوباره میگیرمش. اپراتوراشون هم دروغ میگن. بله دروغ میگن آخه این اپراتور هم دروغ میگن. جواب کمال پور نه، اونا انقدر وقت ندارن که بشینن برنامه رو ببینن. این برنامه رو بعدا میگن. این مثل بند کرده که اشغاله. بذار من شماره بعدی رو بگیرم یا شما میگیری؟ بذار من بگیرم. آقای کعبی 2098 916 33 74 96. عامر کعبی. ببینیم این کیه.
عجب داستانیه آقا، چه شانسی داری شما، دو نفر رو به طول انداختی، معنوس ایش کیو؟ آقای گل مرادی امیدیه. اسماشو یادداشت کن که بدونیم بعد کدوم هست. 161 130. شما میگیری یا من بگیرم؟ ما بگیر. سید تقی کبیری. کجا؟ قبرستون. جالبه. من بگیرم. شما بگیر. شما بذار منم آماده کنم. 918. آقای عباس املشی. بذار ببینیم املش چی میگه. چی شد بس؟ مسجد رو گرفته بودم بود. نه او آهنگ پیشواز میزن. زنگشو گذاشته ببرچید زب کن. آره آهنگ پیشوازه. سپاسگزاری کنم از این آهنگ پیشبازی گذاشتی، دادم میبره تو خاطرات جپو جنگ و 8 سال دفاع مقدس. خدمت رو عرض کنم که یه پرسش داشتیم در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر، میخواستیم ببینیم که نظر شما به عنوان شخص حقیقی خارج از مقوله مجلس چیه؟ اگر امکان داره خیلی کوتاه هم خلاصه بفرمایید ممنون میشم. خیلی کوتاه هم بفرمایید ممنون میشم تا بدونیم نظر شخصی شما چیه. جدا از یک ساعت دیگه زنگ بزن من میگم. سپاسگزارم. یک ساعت دیگه ملتقاتون میشم. ممنونم از مهرتون. عجب. آقا بذار دوزارم گیریم ما بیاد جناب کمالپور همه رو که عجب داستانی ها من گرفتم. آقا ما تا بگیم درود یادش بخیر دوباره شوشتن شد عوضش. بذار من یه بار دیگه اینو بگیرم. اولم 8 سال دفاع مقدس رو زدم که بگم شما دزدی دارید میکنید تو خونه اون بنده خدایی که رفتن بدون ریا بدون چشداش رفتن کشته شدن، از خون اونا پله دارن درست میکنن، خودشون غارت کنن، کشور رو به یغما بردن. 298 918 814 3640 3640 ببینیم این کیه. حمدالله کریمی. شماره مشترک مورد نظر در شبکه وجود نمون. بر روی پدرت اگه راست بگی. بریم بعدی. 2098. اوه اوه الیاس حضرتی. دعا کنید این گوشی رو جواب بده. الیاس حضرتی. 912. این خیلی از این الیاس حضرتی از روز اولی که جمهوری انگلنشان اومد سر کار نماینده طویله شورای اسلامی تا همین الان. بدون نوبت صندلیشو داره اصلا. ارث پدرشه. 100 و
912 125 912 125 33 32 ببینیم چی میگه. آقای کمالپور نکنید کارا رو آقا جان، شما تور انداختی هر همه رو خودت داری میگیری. جلس همینجا نگرد. بذار من حضرتی رو بگیرم. عجب پر رو هن این آخو بابا بینا بود تلفن تو جواب بده. نماینده ای اه. نماینده چیه شما؟ این ای الیاس حضرتی نماینده مادام العمره. حالا اگه ورداره بهش میگم نماینده اسرائیل شده. ها نماینده اسرائیله. آره اینو جنتی با هم نماینده اسرائیل هن. شما میگیری هم بگیرم؟ نه گرفتم گرفتم. خب این حضرتی جواب نداد. اون تلفن معصومه ابتکار رو دوستان اگر کسی میتونه پیدا کنه پیدا کنه، تمام من میزنگ میزنم. اجازه بیار جلو. این ریجکت کرد. جام کمالپور شما هنسفری رو آماده بذار، وقتی که میخوای اینا جواب میدن هنسفری رو بزن به اسکایپت، بگیر جلوی میکروفون هنسفری که صدای طرف دوربین جابجا میشه. بلندگوش خوبه. میخوام صدای کثیفشون کریهشون زشتشون اینا بعدا پخش بشه. 2098 من میگیرم. آقا از این کرمایی که میذاری سر قلاب شما یه دو سه تا از این کرما بفرست ما هم بذاریم لاقل یکی هم ما نکن دیگه. مهران رحیم زاره 2098 917 100 20 عجب شماره ای هم داره این 27. ببینیم این که اون ذات کثیف پدرتون لعنت بیناموس خود تلفناتون رو جواب بدید دیگه.
این اصلا تلفنش کلا اصلا نمیگیره. بذار من سراغ فاتی کماندو بگیر بگیر. داوود محمدی اینم راست آیا قاسمی دروغه؟ نه دروغ میگه، این اپراتوراشون دروغ میگه بی پدرها. ببینید توی یک کشوری که 80 میلیون جمعیت داره، 272 نفر نماینده داره، تلفن نماینده های مجلس چجوریه داستانش؟ اگر یک ایرانی کار واجب داشته باشه و وظیفه این نماینده هستی به مشکل اینا رسیدگی کنه، چجوری باید با اینا تماس گرفت؟ و اینا جوابشون چیه به عنوان یه نماینده مجلس؟ چی جواب دارن میدن؟ بذار من بگیرم یه فاتی کماندو رو. این فاتی کماندو هم ظاهرن تو آشپزخونه گیر کرده. بریم سراغ یکی دیگه. من آقای مرادی مریوان رو گرفتم. بگیر بگیر بگیر. مشترک مورد نظر مورده قطعش کن، من بعدی یه فاتی کماندو بگیرم. بریم سراغ فاتی کماندو زهرا سعیدی مبارکه، ببینیم این کیه. مخاطب در دسترس نمیباشد. کدوم جهنم میباشد؟ احتمالا با اون نفر قبلی که من گرفتم با هم الان. مخاطب در دسترس نمی باشه. نه اپراتورشون هم دروغگو هم. مخاطب در دسترس نمی باشه. میگه که روش نمیشه بگه، مخاطب زیر پتو می باشه، چون از این فاتی کمانده هاست، از این سیغلی های یک ساعتی هاست. چطور من میگم با اون یکیه؟ میگه نه. آره به قول بانو سارا رو میگه بگو میخواد بگم خواستگاری. آقای ملک شاهی خرم آباد. دیدی اینا با هم یه بار دیگه بگیرش، یه بار دیگه بگیرش. خرمشاهی مخاطب در دسترس نمیباشد، تماسشون را از طریق پیامک ایشان اعلام میکردند. خیلی اوکی، بذار من حضرتی رو یه بار دیگه بگیرم. اینا بر این حضرتی اگه برداره خیلی داستان میشه، این از اون خراس. خیلی حضرتی رفته زیر حضرت خوابیده. 2098 شما باید میگیری جمع کمال بود. احمد سفری معلوم نیست.
بزن برجم کمان. اینم رفته همون لنگ بچینه. بزن من بگیرم. یعنی واقعا قاسمی همه اینا دنبال لابیگری و رایزنی و بیزینس هایی هستن. بیزینس هایی وجودی مشترک مورد نظر امکان انتقال مکالمه وجود نداره. این دیگه اپراتور آخر خالی بنده. عجب. محمد حسن نژاد این شماره است که دارم میگیرم. بیچاره ها ورشکست شدن آقا، یه ذره موجودی بدید به این طبیله شورای اسلامی. عجب. نه دوستان، من با نونامبر میزنم. اگه کی سوال میکنه که تلفن خارج میفته اونو ور نمیدارن، نه من نونامبر، هم من هم جناب کمالپور نونامبر میزنیم. ولی جناب کمالپور اون کرمایی که گذاشته سر این قلاب میندازه، کرمش جنسش خوبه، مال من هرچی میزنم به دیوار میخوره. آقا چیز دادی دیگه ور نمیدارن، نگو دیگه. صد و بیست و پنج شست و هفت دوازده علی اکبر کریمی. ببینیم این این هم که رفت تو باقالی ها. شما میگیری جام کمالپور یا من بگیرم؟ من دارم میگیرم. آقای طاهرخانی تاکستان. جناب طاهرخانی سلام علیکم. کمالپور هستم از خبرگزاری فارس زنگ زدم. جناب طاهرخانی، جناب طاهرخانی صدامو دارین؟ جناب طاهرخانی صدامو دارین؟ الو الو صدامو دارم میشتم الان صدامو دارین؟ جناب طاهرخانی صدامو دارین الان؟ من فکر کنم که گوشی رو بعد اون وری بگیرید جناب طاهرخانی. الو الو جناب طاهرخانی صدامو دارین؟ کمالپور هستم از خبرگزاری فارس تماس گرفتم. از خبرگزاری فارس تماس میگیرم. جناب طاهرخانی صدامو دارین؟ من نمیشتم هم راستش. یه مقدار من صدا رو بیشتر میکنم، ببینید میشنوید؟ الان بهتره؟ بیشتر بود. الان بهتر شد. خدمت رو عرض کنم که جناب طاهرخانی من یه پرسش داشتم در رابطه با این که ما جلسه علنی مجلس رو در خود. الان صدا دوباره ضعیف شد. خبیب شد دوباره ضعیف شد. ببینید من ولومش رو زیاد کردم، این آخرین درجه شه دیگه، نمیتونم بیشتر از این کنم دیگه. این آخرین درجه ولومه، من دیگه بیشتر از این نمیتونم صدا رو بیشتر بکنم. خدمت رو عرض کنم. خدمت رو عرض کنم چون ما سحن علنی مجلس در رابطه با رسیدگی به رژیم حقوقی خزر رو قطعا پوش خبری میدیم، میخواییم نظر شما رو به عنوان یک شخص حقیقی در رابطه با این رژیم حقوقی خزر بدونیم و بعد صحبت‌ها رو در صحنه علنی مجلس هم اونجا پوشش خبری بدیم. میشه نظرتون رو بفرمایید؟ اون که فعلا در رابطه با بحث مباحث در این خزر مطرح شده به صورت رسمی گزارش به ما نشده. توجه فرمودید؟ بله. الو. بله 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 کامل صدای شما شفافه، بفرمایید. رسمی هم گزارش به ما نشده. توجه فرمودید؟ که مسلم هست در هر حال در زمانی که قراردادهایی که در سالهای مدت قرارداد داریم، حالا تاریخ جنان متأسفانه در این نظر 1921 و 1940، بله بله، اونجا در هر حال قید شده که در اون قرارداد که دریای خزر به نصفه بین دو کشور ایران و شوروی سابق
در حال تقسیم شده و خدمت باصدر شما از کنن که بعد از فروپاشی اتحاد نمایی شوروی در حال 54 کشور دیگه در حوزه خلیج فارس و منظورم با حوزه دبیر خزر تشکیل شده، در حال ما باید ببینیم که چه میزانی از این مباحثی که طرح شده مطرح شده در رابطه با حقوق، یعنی در حال قوانین و مقررات بین الملل در رابطه با حقوق دریاها رعایت شده. با توجه به اینکه ما هنوز گزارش رسمی از مسئولین چه وزارت امور خارجه و دولت نشنیدیم، من الان نظر خاصی نمیتونم بدم، برای که ما باید بدونیم اول این قوانین رو به عضو خواهی قراردادهایی که یا مذاکراتی که در رابطه با چگونگی رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر بعد از فروپاشی از بحثایی که شده به صورت تحلیلی و تفصیلی و جلساتی گذاشته شده باید از اونها مطلع بشیم و بعد نظر بدیم. در هر حال ما در رابطه با قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق دریاها باید ببینیم که چقدر این موارد در این مذاکرات مراعات شده تا نظر قبلی و نهایی خودمون رو بدیم. در هر حال ما باید نهادهای ملی خودمون رو از کنم به اینکه حقوقی بر دریای خزر داریم این رو مد نظر قرار بدیم و هر گونه مذاکره ای که انجام میشه در چارچوب اصول مقررات و منافع ملی کشور خودمون باشه. خواهشم. پس در واقع اگر طبق صحبتی که آقای روحانی و آقای ظریف داشتن، اگر این سهم ایران از اون قرارداد و تعهد پیمان نامه 1921 و 1940 از 50% تقلیل پیدا کرده باشه به زیر 14% رسیده باشه، شما با اظهاراتی که الان دارین مخالف هستید و تایید نمی کنید، یعنی تمامیت ارضی کشور رو؟ بله ما فعلا این عدد این مطلب رو عرض کنم. حالا اون چیزی که در رابطه با تقسیم به اصطلاح حوزه‌های آبی در دنیا مرسوم بوده است، به هر حال یک مباحث مربوط به خط تالرک یا تالرک هم مطرح است که من فکر میکنم احتمالا این مقررات رو نمیدونم حالا چقدر در اون تقسیمات مراعات شده، اما اینکه در کشورهای شوروی سابق به کشورهای دیگه تقسیم شدن و یا استقلال پیدا کردن، این ارتباطی به حقوق ما نداره. ما به هر حال چیزی که از حقوق بونی و از کردن رژیم قانونی حاکم بر البته حقوق دریاها از بین المللی هم حاکم هست، ما اون موارد را باید مراعات بکنیم و در این حال این مطلب هم مد نظر داشته باشیم که دریای خزر یک دریای بسته است، مثل دریاهای آزاد نیست که ما حکومت و لابد بگیم که مثلا یک مقرراتی در مثلا سازمان ملل در قواعد بین‌المللی حاکم بر حقوق دریاها هست که ما باید حکمن در اون جاده حرکت کنیم. به هر حال دریای بسته است و این دریای بسته قبلا همونطور که شما فرمودید در اون سالهای 1945 فرمودید ظاهرا این قرارداد وجود داشته. ما فکر میکنم در چارچوب اون قرارداد مباحثمون رو ادامه بدیم و سعی کنیم که خلاصه حقوق مردم ما و کشور ما منافع ملی ما خدای ناکرده در این وسط دستخوش هیجانات و یا تفصیلات عجولانه نشه. خب جناب پوزش میخوام بذارید من جناب پوزش میخوام من یه سوالی از شما دارم. اینه که اگر حکم حکومتی بیاد، اجازه بدید یکی از همکارام یه پرسش دیگه رو دارم مطرح میکنن مبنی بر این که اگر در این قضیه در صحن علنی مجلس دستور آقای خامنه‌ای به عنوان حکم حکومتی مطرح بشه اون موقع شما چه جنایی قرار باشه. سوال بعدم اینه که چرا آقای محمد جواد ظریف در تلویزیون به دروغ گفت 50% در کار نیست؟ بشنوم بهتون انتقال بدم بعد دوباره سوالمو تکرار میکنم که شما کامل بفرمایید. سوال کنید که لطفاً. اولا که آقای محمد جواد ظریف در تلویزیون اومد و گفت اصلا سهم 50-50 ایران هیچ وقت نداشته و این دروغ طبقی گفته ایشون و هیچ اعتراضی از سمت نمایندگان نشد. دو، احرام قانونی در اختیار این دوستان هست، عزیزان نماینده هست که بتونن اینو وتو کنن و بهش رأی ندن.
اما اگر طبق روال سالهای گذشته با حکم حکومتی مواجه بشن، نماینده هایی که به فکر تمامیت ارضی ایران هستن چه کاری میخوان انجام بدن و چه کاری میتونیم انجام بدیم که ما هم بتونیم حمایت کنیم یک وجب از خاک ایران جدا نشه؟ درسته. همکار من پرسشی که دارم حضرت عالی اینه که آقای ظریف عملا اعلام کردن در قرارداد 1921 و 1940 ما سهم 50-50 بین ایران و شوروی نبوده، همچین چیزی رو تکذیب کردن، در صورتی که کاملا شفاف در این دو پیمان نامه سهم مشترک حتی در 1940 عملا اعلام میکنن دریای ایران و شوروی. ما با هیچ بازخوردی از سمت نمایندگان نداشتیم نسبت به این گفته آقای ظریف. به علاوه اگر با مخالفت شما یا همکارانتون در مجلس روبرو بشن، دولت روبرو بشه، آیا امکان داره که با به صورت دستوری و حکم حکومتی شماها رو مجبور کنن به اینکه این پیمان نامه رو تایید بکنید در صحن علنی مجلس و رأی بهش بدید یا نه؟ اولا که ضمن احترام به از کانتر مسئول دیپلماسی خارجی و که الان در هر حال مسئولیت مدیریت احسنی به آقای ظریف بر عهده دارم و به نظر دندم در رابطه ما مسئول بین المللی موفقیت های هم در حال بگیم که نسبی هم داشتم، ولی در مصاحبه که انجام دادم تلویزیون برای بنده هم قابل قبول نبود. حرفها حرفهایی نبود که برحال یک در واقع اساس یا پایه حقوقی داشته باشه که برای ما قابل پذیرش باشه که این مذاکرات در از کنم که شخص ها یک چارچوب ویژه‌ای داشته که در اون رعایت مقررات قوانین بین‌المللی هم شده باشه. اما در هر حال اگر ما ببینید ما که نباید چیز را تحمیل بکنن، اگر واقعا ما منابع ببین ما 8 سال دفاع مقدس داشتیم، در 8 سال دفاع مقدس نگذاشتیم با همه از کنم که پشتیبانی هایی که از جانب اتحاد استکبار غرب می شد و همه کشور ها معنی ما می کنیم به دراغ از همه جوان سلاح های بسیار پیش رفته و حتی سلاح های شیمیایی می دادن و در اون شرایط اساس ما نگذاشتیم حتی یک سانت هم از کنم که ما تو کشور ما متصرف کشور دیگه ای در بیام. البته ما دنبال از کنم که نظام حقوقی و منطقی و اصول آورده در گفتگوهای بین المللی هستیم، ما دنبال این قضیه هستیم. خدای نکرده مثلا ما نمیخوایم که مثلا برای احقاق حق مونده ما حق داریم حرف بزنیم، اما ما به دنبال تنش نیستیم. اما در هر حال اگر وزارت امور خارجه اگر مجموع دولت حرف حساب شده ای برای این داستان نداره، ما لاغر نمیتونیم زیر بار یک مدرسه بزنیم که بی اساس باشیم، بلکه برویم که بی اساس باشه و در تاریخ ماندگار خواهد شد این داستان. ما باید ببینیم که تفصیل و توضیح و توجیهی که دولت مجموعه دولت در رابطه با عوارض مجهوله در نشستهای مختلف در بحث رژیم حقوقی ها که بر علیه خزر داشته چقدر اینا در قواعد بین المللی قواعد جامعه بین کشورها که امروز در دنیا مسجد هست چقدر این چارچوب ها مراعات شده و واقعا چقدر از کنم که در واقع منافع کشور خود و منافع بودی خود زندگی که اصلا وقت منافع بحث باشه در الان قاعده قراردادی در خدمت شما از کنم بین ایران و شوروی بوده و یکی از کنم که الزامات قراردادها متعهد بودن به مفادمون هست. اصلا الزامات قراردادی به ما میگه ما شما باید از کنم که مفاد در قراردادی را بهش متعهد باشید. بلزا در اونجا هم اگر واقعا در حضرت چه زمه هم به قبلش اگر تصریحا قد شده باشه 50%، گرچه این در واقع اعلام استقلال کشورهای مختلف هم که حوزه خلیج فارس و حوزه دریای خزر هستند این حوزه قابل بحثند، اما در هر حال من فکر نمیکنم که 50% سهم ما به 10% بشه. خب جناب طاهر خانی، اگر
آموزش میخوام از شما. با توجه به این دو قرارداد اتحاد جماهیر شوروی تجزیه شده، تقسیم شده. ایران که تجزیه نشده. اتحاد جماهیر شوروی باید از سهم 50% خودش سهم آذربایجان و قزاقستان و بقیه رو تقسیم کنه، نه از 50% حق قانونی ایران و مردم ایران. این درسته یا نه؟ ببینید صحبت ما هم در همین محور هست، در همین عرض کنم که راستاست. اما عرض کنم که حالا من عرض کردم در عرض قبلی من که ما نمیدونیم واقعا، حداقل بنده نمیدونم که واقعا چقدر این مباحثی که در فضای رسانه‌ای یا در فضای مجازی پخش میشه اینها قابل قبول دولت مردان و یا هیئت مذاکره کننده است. اینها وقتی که در صحن علنی مجلس یا در جلساتی که باید طبیعتا تشکیل بشه، اونجا در صحن علنی یا در جلساتی که تشکیل بشه و در کمیسیون های مختلف اونجا روشن بشه، طبیعتا ما مواضع اصولی و در واقع مواضع قطعی خودمون رو اعلام خواهیم کرد و اینجا هم باید مدنظر داشته باشیم. یا کمابون حکم حکومتی هم سوال کنید لطفا. همین قرار تعهدات، میثاق‌ها، عهدنامه‌ها، پیمان‌نامه‌های بین‌المللی که امضا می‌کنند بیارن در مرحله بعدی مجلس و تصویب مجلس برسه. این موضوع در ایران خطر هنوز به صورت شفاف و مستوفا و مبسوط در مجلس مطرح نشده و مطرح بشود طبیعتاً ما از واقعیت ها که مطلع بشیم اون موقع اظهار نظر سریع و منجز خودمون رو خواهیم. جناب طاهرخانی سپاسگزارم از شما. من دو تا سوال خیلی کوتاه میپرسم که زیاد وقت شما رو نگیرم بیشتر از این. سوال قبلیمو تکرار میکنم. سوال قبلیمو تکرار میکنم. آیا امکان داره که به صورت دستوری و حکم حکومتی از طرف بیت رهبری به شما یا سایر همکاراتون دستوری صادر بشه که این پیماننامه رو تایید بکنید؟ و دو، اینکه آیا در دستور کار مجلس بهتون ابلاغ شده که چه زمانی به این مسئله باید رسیدگی بشه یا نه؟ من بعید میدانم شدید مرکبی صورت بگیره که مثلا برحال یک مطلبی برخلاف منافع و مساله ملت در واقع برخلاف تمامیت ارضی به ما تحمیل شد، چیزی که تا به امروز نبوده، بعد از این چند وقتم نخواهد بود. ولذا من فکر میکنم که مجلس با سری سر با حوصله به موضوع رسیدگی خواهد کرد و اون چیزی که حق ما هست بر اون پافشاری و اصرار خواهد کرد. این که به شما اعلام شده این برنامه برای رسیدگی به این پیماننامه رژیم حقوقی خزر، تاریخی به شما اعلام شده که در مجلس مورد بررسی قرار میگیره؟ نه فعلا تاریخ اعلام نشده، ولی با توجه به عرض کردم اصول قانون اساسی که قوانین حاکم بر کشور هم اصول حاکم بر عرض کنم که همه امور کشور هست، طبیعتا قانون اساسی هم عرض کردم چون امر در این هست در واقع میخواد بگم از الزام آور از اینکه دولت میثاق و اهدامه های بین المللیش رو بیاره به مجلس ارائه میکنه در مجلس تصویب برسه، اتوماتیک و با فعل مفاد قانون اساسی به مجلس خواهد آمد، اما فعلا زمانش رو اعلام نکرده. بسیار من یه مطلبی هم خودم اشاره میکنم، البته این مطلب هم اشاره میکنم، اون چیزی که آقای ظریف در صحبتهاشون یا مصاحبه تلویزیونشون گفتن نه، ما توافق نرسیدیم در رابطه با کل جریانات دریای خزر. من تو عرض کنم که یه مسئله مهم و من فکر میکنم که دوستان نماینده و همکاران شما باید در نظر بگیرن که دو روز بعد از این اتفاق که افتاده، آقای پوتین در بازدید هوایی با هلیکوپتری که روی دریای خزر داشته اعلام کرده، فکر کنم شاید شما هم شنیده باشید، خبرگزاری روسیه و قزاقستان اینا منتشر شد، آذربایجان منتشر شد، که اعلام کرده بزرگترین پایگاه نظامی رو که بتونن ناوهای جنگی و زیردریایی ها در کل دریای خزر بیان، بعد از این پیماننامه این شرایط رو برای ما مهیا کرد که این کار رو انجام بدیم و به زودی ساخت این پایگاه نظامی رو در سرحد دریای خزر آغاز میکنیم.
این یه مطلبیه که شما و سایر همکاراتون باید حتما در نظر داشته باشید که چه خطرهایی رو برای ما داره، جدا از اینکه تمامیت ارضی کشور زیر سوال میره و یک تیکه از ایران کنده میشه، اما چه خطرات نظامی رو میتونه برای ما در بر داشته باشه. من سپاسگزارم از شما. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. سوال دیگه جناب کمالپور از ایشون بپرسید لطفا. یکی این که نظرشون راجع به خلیج فارس و دریای عمان که چینی ها دارن سید میکنن. جناب طارق خانی خواهش، الان صدام خوبه؟ الان صدام خوبه؟ خواهش یه همکارمون یه سوال داره از شما، اگر عنایت بفرمایید آخرین پرسش همکارمونه، چون دوستان خیلی دارن هی پرسش میکنم، من گفتم فقط یه دونه آخریش باشه. آقای طارق خانی عجله دارم میخوام برم. خواهش میکنم، سپاسگزارم. آقای طاهرخانی مطمئن باشید مردم پشت شما هستن برای جواب منفی دادن به این پیماننامه طرح رژیم حقوقی دریای خزر. مردم پشت شما هستن، محکم بایستید، ما مردم از شما حمایت میکنیم. زنده باشید. بدرود جاوید شا. بدرود بدرود. دمت گرم. آخریه رو بهش گفتیم آقا. دوستان اونایی که جناب کمالپور اسم این شخص چی بود؟ آقای آدم منطقی آقای... بود آقای طاهرخانی. نمیدونم اجازه بدیم ببینم نماینده کجاست. دوستان یادداشت کنن، کسایی که این برنامه رو بعدن کات میکنن، این گفتگوها رو لطفاً بردارید کات کنید، با عکس اشخاصی که نماینده‌ای که هستن توی فضای مجازی نباید پخش بشه. باید پخش بشه. آقای طاهرخانی آدم معقولی بود و حالا خودشو یه موقعی به خنگی زد، ولی خب به قول جناب قلمی جدی باور کرده بود که از خبرگزاری فارس نیوز بود. آقا بذار من یکی بگیرم ببینیم این چی میگه. آقای محمد مهدی برومندی. آقای طاهرخانی نماینده تاکستان. نماینده تاکستان آقای طاهرخانی، گفتگویی که جناب کمالپور انجام داد. برای دوستانی که بعداً کات میکنن میخوام پخش کنم. آقا دو تا از این کرمات بده من بزنم سر قلاب دیگه. سعی کن آقای قاسمی جا، سعی کن شمارهایی که زیاد معقول نیست رو بگیری، شمارهایی که خیلی رونده. این شماره مال نماینده‌های قدیمی گرگ شدن جواب نمیدن. شماره نماینده های شهرستان های دور رو بگیر، شهرهای دور افتاده رو بگیر، از تهران و اصفهان و شیراز و اینا یا مشهد خودت رو بکش بیرون. آقا من دارم همین کارو میکنم جناب کمالپور دیگه، من دارم از دم میگیرم. کرمایی که شما میذاری سر قلاب بهتره. بریم علی نجفی خوشرودی ببینیم این کیه. مرد. نیست که امروز روز ما نیست. بذار یکی دیگر رو بگیرم. سب کن مهرم، من باید یکی از این رو بندازم تو کلا. 2098. آیا باز خیلی ملایم باشون صحبت کن. آره؟ یواش یواش برو جلو. یه دفعه فشار بدین در میرم پاره میشن. در میرم میرم. نه این جاویدچای آخری که به یارو گفتی فکر کنم هنگ کرد مرد. الان تصادف میکنه تو را. 639 آقا 914 443 36 39 کدوم بود این؟
443 بله 443 آقا این شماره ای که میگم رو بگیر. سب کنید بگیرم، سب کنید مهران اینو بگیرم. شهروز برزگر. اینا رو از کجا میاری تو؟ من با قلاب میگیرم بهت میگم کرما بده ما هم بزنیم سر قلابمون. نمیدی که عجب داستانی ها. بگو مهران. آقا این شماره ای که میگم و زحمت بکش بگو. 248 1251. کی هست؟ بابایی بوین زهرا. آقای بابایی بوین زهرا. اوه 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 قزوینیه. تاکستان که بیدن قزوینیه. حالا بعدا دایی داستان داره اونم تعریف. شما مورد نظر شما خالی در سرویس می باشن. خالی نبم بابا، خالی نبم. بوین زهرا رو بگیر. این یکی رو بگیر. سب کن یه بار دیگه اینو بگیر همش سب کن. نه اصلا شمارهش هم یه دونه زیادی داره معلومه چیه. شماره مورد نظر شما خارج از سرویس می باشد. این فکر کنم این همون دورو برای بگو شماره رو. سلیمانی کنگاور. سلیمانی کنگاور 2098 خب 919 اوی خیلی فقیره بدبخت. 920 ایرانسل داره بدبخت. همراه اوله 919 629 65 62. 65-62. چی بود اسمش سلیمانی؟ کنگاور. آخه این همراه اول داره بیچاره، وضعش خوب نیست. الان این تاهرخانیه زنگ میزنه به پشت خانواده رو خب بردارید جون نانتون. جناب قلمی نوشته شماره منو بگیر با من مصاحبه کن. آقای کمالپور یه دونه این شماره ها بده آقا ما هم بگیریم دیگه، اذیت نکن. بذار این شماره دیگه من بگیرم. 2098 اسمای قلمی رو آوردی کامپیوترم کلا منفجر شد. 915 آقا درسته دیگه. 2098 915 30 63 0 35 هادی شوشتری. ببینیم که میگه من جواب میدم جناب قلمی. اذیت نکن ناصر خان، بذار کار اون رو بکنیم. داستانی ها. جواب قلمی فکر کنم همونه، من باید به تو زنگ بزنم شما جواب بدید دیگه. این نشد که. 2098 912 126 37 94 مستوا کواکبیان. این هم یکی از این چهره های اسهال طلبه.
مورد نظر موجود نیست. واه خالی، مشترک مورد نظرش اونا رو نداره، بیا تو گوشی بزنیم بقیهش. آقا مهران جان شما بگی، شما مثل که دستت خوبتر، حالا تو منم بگیرم ببینم کی میگیری. 912 اوه اوه، بذار قدوسی رو بگیرم. قدوسی 915 314 314 59 59 96 2098 915 بذار من قدوسی رو بگیرم، بدم قدوسی بر میداره. من اشتباه میگیرم، اینه چرا جواب میدم؟ عجب داستانیه، دروغ میگن. یکی که اصلا نمیگیره. آقای نو اپوزیسیون، اینا کارهای عملیه، یاد بگیرید، هزینه بکنید، به جای اراجیف گفتن هم بچینید، اینجوری وقت بذارید، دستشون رو برای مردم رو کنید، راهشون رو ببندید. اینا کارهای استراتژیکیه، وقت تلف نمی کنید، ننشستیم اینجا طنز اجرا بکنید. 919 240 55 28 ببینم همجی الله بختکی یکی از این شماره های تو لیست رو گرفتم. علیرضا رحیمی، اینم وضعش خوب نیست، همراه اول داره مثلا. آقا این اصلا هیچی نمیگیره، چرا گوشی تو سر تا کنه باسه به یارو داره میگی گوش. آقا اینا بذار یکی دیگه، آقا اینا انقدر احمقه هم به یارو میگم الان بولو میشه زیاد میکنم یه الان خوب شد. 2098 سب کن آقا، سب کن بذار یه دو دارم ما کاسب بشیم دیگه. 2098 916 67 10 649 بریم کیه؟ حبیب الله کشده. آقا چرا شانس من در دست هست نمی باشد؟ آخه بیه بارم شانس. یه لحظه بذار من بگیرم برم. دوستان توی فیسبوک لطف کنید پخش کنید برنامه رو، ما شماره رو نونامبر کردیم، شماره رو نونامبر کردیم و شماره نمیفته. داخل ایران هم به این نماینده های طبیله معمولا نونامبر زیاد زنگ میزنن و پاسخ میدن، به خاطر اینکه جاهای امنیتی زیاد بهشون زنگ میزنن. آره با کارت تلفن هم خوبه دوست عزیزم که کامنتو گذاشتی، ولی خب الان چیزی که هست فعلا همین موبایله. 916 618 2081
قاسم ساعدی. ببینیم ساعد چی میگه. آره همون فکر کنم دیگه دستمون رو شد. به همه شون خبر دادن گفتن بابا اینا دارن بهتون زنگ میزنن. حواستون باشه. این یکی که اصلا آقا بذار یه فوسیل رو گرفتم قومی نماینده برامی بگیر. نگرفتم 912 سب من بگیرم 286 1855 جلال میرزایی. ببینیم کیه. خب این خاموش نیست. روشنه. مشترک مورد نظر سر سجده اعضا بود. خیلی اینم که خب آقای محمد عزیزی ابهر خورم داره. بگیر. خداوکیلی باید حقوق همهشون رو قطع کنن. هیچ کی جوابگو نیست. بذار من یه فاتی کماندو بگیرم. بذار من یه فاتی کماندو بگیرم. الو عجیبه او الوی که تو میگی من نگفت نگفته در رفت بابا فاتی کمانده بود نگفت بذار یه بار دیگه گرفتمش نگفته در رفت خب من چجوری بگم الو درود بر شما ببخشید من با خانم الماسی نماینده مجلس کار داشتم کی تشبیه میرم من قاسمی هستم قربان از خبرگزاری فارس کی میتونم باشون صحبت کنم قربان سپاسگزارم ازت خدا نگهدار بیا دو نفر ما گرفتیم یکیش تو جلسه بود یکیش تو مضطرب عمومی بود آقای قاسمی میگم میخوای زنگ بزنیم تک زنگ بزنیم قطع کنیم اونا بگیرن اینا از این چیزا بودا بریم بعدی دو صفر آقا اینا چقدر فعالن ببین میدونید این جلسه ها جلسه چیه آقای نادری بگیر این جلسه هایی که اینا توی این جلسه هن جلسه های بشاپ بشاپ ها موبایل نماینده دست یکی دیگه هست میگه یارو تو جلسه هست فکر کنید دروغ ببینید این هم فاتی کمانده ها کدوم جهنم میباشد به
بذار بریم سراغ اینو بگیرم دوباره، بریم سراغ سردشتی ببینیم این چی میگه. مخاطب در دهشت نمیباشد، تماس شما از طریق غلط کردی کوش کجا رفت این سردشتی دو صفر نود و هشت نه صد و سیزده دویست و هشتاد و سردشت دویست و هشتاد و سه. آقای قاسمی زنگ بزن فرار کن در رو همون باید همون کار بکنه. هشتاد و پنج نه گرفتم خالدی سردشتی. بری بعدی دو صفر نود و هشت آقای حاج بابایی همدان بگیر. رفته همون یخ بیاره. درسته. احمد مرادی. اونو گرفتم نگیرش. جواب نیست. مریوان. من نمیدونم مال کجاست. 917 برای سمت استان فارس. شماره که مورد نظر اشغال است. لطفاً. بس اسب آبی داری دروغ میگی. دوباره میگیرم. داری دروغ میگی کسافت. کاظمی فارسان بردن بگیر. چه مورد نظر اشغال است؟ 918 831 96 85 احمد سفری. اونو گرفتم جواب نده. بابا همه رو قبلا سوزوندی که بهت میگم اون کرما رو یکشم بدیم ما بذاریم سر گلاب نمیدی. نه یه اصلا نمیگیره من رو گذاشتمش نمیگیره سبکوینم میگیره. اصلا کلن نمیگیره. بریم سراغ گل مراد. گل مراد هم گرفتن. بابا نکن دیگه مران همه رو که من میرم الان تای لیست شروع میکنم حالا که اینجوری شد. دو سف نهده هشت آقای حسن باور کن گوشی رو دادم بهشون هیچ که دیگه جواب نمیده. آره بهشون خبر میدن بلا فاصله. اون جاویچایی که تو گفتی زدی یارو رو ترکوندی دیگه حسن هنگ کرد مرد.
911 463 77 54 463 77 54 ببینیم کیه. ولی داداشی لاریجانی که سعی جان کلن در دسترس نیست، اینا که نماینده هاشم ریدن دیگه، وای بالا اون یکیش رئیسشو دالتونا. در روز تماس گرفتن با بیت رهبری اینا رو یه برنامه میگم، سلسله برنامه‌ای می‌خوایم بذاریم براشون، ولی معمولا توی روز اینا پاسخ نمیدن، بعد از اینکه تویله تموم میشه میام بیرون احتمال داره پاسخ بدم. بسرا آقای انصاری درود بر شما. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خوب است؟ این ارادت من در کمالپور هم از خبرگزاری زنده باشید. جناب انصاری ما یک سری مطالبی رو داریم تهیه میکنیم برای رسیدن به زمانی که به صحنه علنی مجلس یا خودمون یا همکارامون میان و در خصوص رژیم حقوقی خزر میخواییم توی مجلس یک آماری داشته باشیم نسبت به نظرات شخصی نماینده ها. و پرسشی که ما به صورت شفاف داریم این هستش که آیا نسبت به این پیمان نامه رژیم حقوقی خزر با توجه به اطلاعاتی که حضرت عالی دارید با ماهیت اصلیش موافق هستید نسبت به اون پیمان نامه های قبلی مثل 1921 و 1940 تغییراتی اگر باید اجازه بدید که من چون دو سه روز مجلس نتونستم برم، حالم خوب نبوده، برم نظر اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلسونه که معتمد خودم هستم جویا بشم. رو من چیزی که بالاخره جست و دوریخ دادم میشنوه یه چیزه، یه بحث بالاخره یه دایی های عمیق‌تری داره، بحثی کارشناسی دقیق‌تری داره. اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هستن، اونا بالاخره این زمینه صاحب نظرم. من خودم گذاشتم که انشاءالله نتونستم پشت مجلس خودم استفاده داشتم خونه بودم، چرا من که بتونم برم بر اساس آنچه که نظر تخصصی خود کمیسیون گرفتم میتونم اظهار نظر کنم. حالا جناب انصاری ما اظهار نظری در این مدت هم من خودداری کردم. درست حالا ما به عنوان یک شخص حقیقی به جدا از این که نماینده مردم هستید، اگر شما ببینی به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک شخص حقیقی ببینی این پیمان نامه قد که جواب نداد، خیلی این فرار کرد. آقا وقتی چیز میشه، وقتی تو تورت میافتن تو قلابت، بیا جلوی دوربین دیگه، میبری اون پشت مشتا ما صدا رو نمیشنوی. من میگیرم جلوی میکروفون که صداش از اون ور قشنگ شفاف بیاد، خودمو که نمیخوام ببینم صدا اینو بشنوی. فردین فرمند برم وجدانم یه شماره یه هم یه کشنو بده منم بگیرم، من دوست دارم کل کل کنم با اینا. الو سلام علیکم. الو سلام جناب فرمان. الو الو جناب فرمان، دوباره میگیرمت. آقا یکی ما زنگ زدیم برداشت، اینم معلومه تو باقالیا کجاست. این تکون خورد سنگین بود انگار که قلاب در رفت. آره خیلی کلوف بود معلومه. عجب بذار گرفتمش دوباره. اصلا مرد. گرفت. الو سلام علیکم جناب فرمند. جناب فرمند من قاسمی هستم از خبرگزاری فارس، یه سوال میخواستم از حضورتون بپرسم اگر فرصت دارین. الو الو جناب فرمند کجا برم خدا. آقا عجب داستانی ها. اینو میشه تو تور انداخت. بذار شمارهشو بنویسم صبر کن. الان تو جاده است معلومه. آقا من الان
الان این آقای عباس عبلشی گفت یک ساعت دیگه به من زنگ بزن، بذاری زنگ بزنم. 97 بزن. 18 این چی بود اسمش؟ فرامد. مهران مرد. بذار من یه رو بذار من یه فرمان بگیرم. چقدر مردم آزارن، آدم میزنن سر کار. بذار اینو بگیرم ببینم جواب میده. یکی هم جواب داد تو جاده بود. اینم شانس. یه مقدار گلم تو بنداز عقب‌تر. آره دوستم میگه چرا اسم واقعیتونو میگید؟ ما دروغ آخه بلد نیستیم بگیم. فهم خبرگزاری فارسشو دیگه دروغ میگیم. میگه چرا؟ خالی نه بابا، من الان باش حرف زدم، امکان پذیر بود. بابا خالی دیگه اصلا یه موقعی چیز میکنن که کلن اصلا از شبکه پرچم بیرون. 900 و بریم سراغ قلقلی. 912 یه دقیقه واسه نوروزی. قلقلی کیه؟ نمیدونم نوشته قلقلی. قلی الله قلی زاده باید یه نفر هستش اینجا خیلی ازش اسقر نوشادی. ها یه حالی بهش بدم. 112 113 113 دیگه عددش هم کمه. 20 37. بذار من قلقلی رو بگیرم. قلی الله قلی زاده خب میشه قلقلی دیگه. آره آره واقعا شانس اون یکشون جواب دادونم داره. مخاطب در شخص نمیباشه. داره غیر میخوره مخاطب. شماره نمیافت
زنده باشید. ممنونم فعلا مهران، بذار چیزی بهت بگم. الان شما داری میگی من کمال پورم از خبرگزاری فارس، بعد پس فردا دو سال دیگه یه مش آشولاش میان این صدا رو برمی‌دارم میگم بیا ببین خودش گفت من کمال پورم از خبرگزاری فارس. پس منظور من هستش فقط چه گوی بخوره. منظور آقا من منظور دارم اینو میگم از الان ما بگیم آقا این داستان اینجوریه، فردا یه دفعه خب اگه چیز دیگه نگیم بیا سعید جان جواب نمیدن، اصلا فوری قطع میکنن، آدما آبی زنگ بزنن جوابگو نیستن، اینا خبرگزاری اینا میترسن مجبورن جواب بدن. آره آقا بذار من یک چهار تا فرصت طلب احمد بذار یه تخت نژادو گرفتم صبر کن. داستانی ها بیشورا یکیتون جواب بدید لاغر عجب. این شماره عباسی رو بگیر. بگو 2098912 خب 218 خب 5823. بگو همکارم با شما صحبت کرد، ایشون رفت منزل، شما گفتی یک ساعت دیگه من زنگ زدم، ببین چی میگه. عباسی بود اسمش؟ عباسی املش، حالا نمیدونم املش شهر نداریم املش. نه فامیلیه. دیگه نیاز نیست. شماری که مورد نظر اشغاله. رد کرد. ریجکت میکنم. آقا من فکر کنم برای امروز کافی باشه، چون حدود 2 ساعته داریم شماره میگیریم. صبر کن. بذار آقا جام کمال پور نکن دیگه، بذار من یه دونه گیر بندازم، من کار دارم با این آخه. اوکی. 915 ای بابا 915 512 98 47 بر پدرت لعنت که اینقدر دروغ میگی. اپراتور اینقدر خالی بند ما ندیدیم. یکی دیگر رو میگیرم. خب این اگه اشغاله که بس باید باشه دیگه، بذارم اینو بگیرم اگه اپراتور راست میگه. دو سف 98 917 11 35 404 بهرام پارسیان آرسایی. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. سکت روی پدرتون با این کار کردنتون. 2098 آقا بذار برم تو لیست بعدی، حالا شاید یکی از تو لیست بعدی حواسش نباشه بیدار باشه. نهصد و هفده یازده بیست و نه سیصد و سی و هشت فکر کنم دیگه نصف شبشون شد. الان دوانی شبه دیگه مخاطب دردشت نمی باشه. خب ما امروز چیز زیادی من کاسب نشدم، ولی جناب کمالپور اون دو سه تا مکالمه‌ای که انجام شد، دوستانی که دسترسی دارید به کات کردن ویدیوها، این دو سه تا گفتگو رو باید ورداشته بشه،
عکس خود اون نماینده، تصویر اون نماینده هم گذاشته بشه و نظر نماینده فلان در مورد حالا مسائلی که در طویله کثیف جمهوری اسلامی باید بهش پرداخته بشه. اینا میدونید چه خاصیتی داره؟ اولا وقتی اینا منتشر میشه در فضای مجازی، نماینده های این نماینده لااقل با همکاراش که همونجوری هم گفت ما به اون کمیسیون اطمینان داریم و همکارا منو محرم و از این مسائل، اینا مجبورن دیگه رو اصولشون بمونن. یعنی ما باید در حقیقت از این نماینده ها از سند بگیریم، سند بگیریم که اینا نتونن دیگه اون پشت سازش کنن که آقا بیا برو مثلا فلان کارخونه فلانم ورد و ببر اونجا بزن، ولی اینو از خیرش بگذر، تایید کن بره دنبال کارش. وقتی اینا الان مثل این شخص این دو سه تا اشخاص میان گفتگو انجام میدن، یعنی دارن سند از خودشون میذارن. و یک دو خیلی مهمه که نظر اینها منتشر بشه، پخش بشه. مثلا مثل اون یارو که چرت و پرت داشت میگفت، فوش داشت میداد، یه نماینده مجلس باید یه همچین کارهایی انجام بده. بنابراین این چند تا قسمت رو پخش کنید، یعنی کات کنید، پخشش کنید. حالا من خودم سعی میکنم با دوستان بچه خودمون بگم این کار رو انجام بدن. جواب کمال بو شما صحبتی هست بگو تا بریم قسمت، یه دو توضیحات دیگه هم باید بدیم. ببینید دوستان، در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر من یه توضیح باید بدم در رابطه با پیماننامه 1921 و 1940. عملا در 1921 اتحاد جماهیر شوروی نه تنها با توجه به اینکه انقلاب جدیدی رو در روسیه داشتن و گذشته بود و تازه روپا ایستاده بودن، میان در 1921 مطرح میکنن که تمام منافع حاصل از دریای مازندران 50-50 و حتی شوروی نسبت به پیماننامه های قبل خودش با ایران اعلام میکنه که اونا از درجه اعتبار ساقطه، به دلیل اینکه با زور و با فشار و از نقطه ضعف ایران سوء استفاده کردن بوده. و در 1940 هم به همین شکل، یعنی باز این مبنا در نظر گرفته شده و پیماننامه های قبلی که به ضرر منافع ایران بوده رو از درجه اعتبار باطل کردن، ساقط شده. امروز منافعی که الان ما ایرانیان داریم در دریای خزر، فقط اینها دارن صرف کشتیرانی و مطرح میکنن و میخوان انحراف تفکراتی رو دوباره ایجاد بکنن. یعنی ما به زیر بستر اصلا کاری نداشته باشیم. این که از منابع نفت و گاز دریای خزر چه تحصیلی ما میتونیم داشته باشیم کاری نداشته باشیم، صرفا بیاییم به روی آب، روی بستر و کشتیرانی و ماهیگیری بپردازیم. یعنی یه شکلات میخوام بدم دست 4 تا بچه که 80 میلیون جمعیت هم ما رو گول بزنن. اتفاقی که داره رقم میخوره در رژیم حقوقی خزر فقط منوط به روی بستر، زیر بستر، مرزبندی کشور یا از دست رفتن تمامیت ارضی در بخش دریای کاسپین نیست. با توجه به خبری که از پوتین منتشر شد توسط خود خبرگزاری‌های آذربایجان و قزاقستان مبنی بر بازدید پوتین توسط هلیکوپتر و ارسال این پیام که بزرگترین پایگاه نظامی در دریای خزر ساخته خواهد شد برای تردد کامل در کلیه نقاط دریای خزر، و این 15 مایل ساحلی یعنی عملا تمام ناوهای جنگی زیر دریایی ها اشراف دارن به خاک ما. اینها رو ما باید در نظر بگیریم. حالا اتفاقاتی که در داخل کشور باید رقم بخوره نسبت به اینکه مردم از جلوی مجلس تکون نخورن. من پرسشی که از یکی از نماینده ها پرسیدم، فکر کنم آقای ترکی بود، بله، از آقای ترکی پرسیدم که چه زمانی رو تعیین کردن برای اعلام نه این... طاهرخانی بود ترکی که چرت و پرت گفته فوش میداد، اون فقط فوش میداد ترکی. آره ترکی فوش میداد طاهرخانی. با طاهرخانی صحبت کردم و پرسیدم که چه زمانی اعلام شده برای رسیدگی به این مسئله در صحنه علنی مجلس، به خاطر اینه که مردم مطلع بشن و در همون روز اونجا تجمع کنن و مجلس بفهمه که مردم
پشت این داستان رو گرفتن و نسبت به آسیب زدن به تمامیت ارضی کشور مردم ایران بیخیال نخواهند شد. یک مسئله دیگه هم هست نسبت به ارتش. ارتش در تمامی زمینه ها در طول این 40 سال آسیب شدیده، این همه ما قبول داریم میدونیم. اما مطلبی که یکی از دوستان اعلام کرد در یکی از پست‌های من زیر کامنت با هم دیگه صحبت کردیم، اینی که اگر ما قبول داریم فرماندهان ارتش سپاهی هستن، دیگه نمیتونیم از بقیه مسائل چشم پوشی بکنیم. جناب قاسم شما ادامه بدید، من الان میام خدمتتون. بله، راجع به ارتش گفتید، خیلی جالبه. من خودم یه پیام گذاشتم، از جانبازان، از آزادگان خواستم که یک بار دیگه قدم جلو بذارن و کاری انجام بدن و به ارتش، به سپاه و به نیروی انتظامی امیدی نیست. چرا امیدی نیست؟ اصلا بحث آدم های خوبی هستن یا بدی هستن نیست، بحث اینه که یک سری فرمانده های مافیایی رو گماشتن. همین دیروز علی خامنه‌ای برداشت و فرمانده هوانیروز ارتش رو عوض کرد و یه پاسدار گرازی رو گذاشت سر جاش. چرا؟ چون این ارتش مخصوصا از یک سیستم و یک نظمی برخورداره که سعی، یعنی اون سلسله مراتب به شدت درش رعایت میشه. وقتی فرمانده های ارتش مزدور باشن و آشغال باشن و خفه خون گرفته باشن، به تب زیر دستانشون هم، یعنی زیر سرهنگ به پایین هم کاری نمیتونن انجام بدن. بنابراین جانبازان و آزادگانی که 8 سال در جنگی که خمینی تعمید کرد به ملت ایران، به کشور ایران، اونا دست پرورده نسل قبل از 57 هستن و اونا بودن که ایران رو نجات دادن و نگه داشتن 8 سال. یک بار دیگه اونها باید بیان به داد تمامیت ارضی ایران برسن در کنار نسل جوان. یادتونم باشه یه چیزی رو، 40 سال داره از انقلاب میگذره و تمام ارتش پاکسازی شده کامل از نسل گذشته. آخریش هم فکر میکنم یه تیمسار صالحی بود که اونم خامنه‌ای گرفت از ارتش انداختش بیرون. و پرسنلی که الان امروز در ارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی، بسیجی که بریزه صدلاش خواهد، نیروی انتظامی هستن، کسانی هستن که مال بعد از انقلابن، یعنی که افرادی هستن که در دوره انقلاب رفتن وارد شدن و هر چیزی که اینا بخوان همون کارو میکنن. اما جانبازان و آزادگان، اونایی که اسیر بودن، بعضیشون شاید 20 سال در اسارت بودن، اونا مال اون نسلن و کسایی بودن که رفتن برای یک وجب از خاک ایران اونجوری به قول معروف زندگیشون رو گذاشتن. من همین درخواست رو از هموطنانمون داشتم، یه سری هم اعتراض کرده بودن، مهم نیست، کارمون رو انجام میدیم و این چیزیه که باید اتفاق بیفته. اما در مورد ارتش دوستان، به قول معروف رگ گردنتون بی خودی نزنه بیرون، چون ارتش وظیفش حفظ تمامیت ارضی ایرانه و اگر در جنگ ارتش میخواد بره شرکت کنه، الان همین الانی که داریم صحبت میکنیم دریای کاسپیان، یعنی 110,000 کیلومتر مربع آب و خاک ایران از ایران جدا شده و ارتش خفه خون گرفته. شاید یه اعتراضایی هم شده باشه که این فرمانده رو گرفت، فرمانده هوابرد ارتش رو علی خامنه‌ای دیروز، همین دیروز عوضش کرد و یه پاسدار چلغوزی رو گذاشت جاش. بفهمید جناب کمالپور، هم فرمانده نیرو هوایی، هم نیرو زمینی و هم صداد مشترک ارتش رو عوض کرد و یه سری چند تا پاسدار و قرازه رو گذاشت جاش. من منظورم اینه جناب قاسمی، ببینید که ما قبول داریم فرماندهان ارتش همه سپاهی هستند، به علاوه اینکه الان نسل امروز ارتش ما نسلی هستند که بعد از دهه اول جمهوری اسلامی همه استخدام شدن، قبلی ها همه بازنشست شدن یا رفتن جبهه کشته شدن برای حفظ تمامیت ارضی، خاک و ناموس خودشون رفتن مبارزه کردن، جنگیدن، یا کشته شدن، یا بازنشست شدن، یا مجروح و جانباز و اینا اصلا تو خونه افتادن، هیچ کس هم بهشون نمیرسه. اگر ما قبول داریم فرماندهان سپاهی هستن، وصل به بدنه نظام هستن، باید کاری کنیم بعد از این، یعنی از رده های بعد از فرماندهان ارشد ارتش، دست بزنن به یک کودتای نظامی. مگه ما قبل‌تر در کشورهای دیگه ندیدیم کودتای نظامی چجوری شکل گرفته؟ بلند شدن فرمانده هاشون رو اول بازداشت کردن، دستگیر کردن، کردن تو سلول انفرادی، کردن تو بازداشتگاه، تو بازداشتگاه خود دژبان ارتش، بعد اومدن تو خیابون حکومت رو تغییر دادن.
این نیستش که ما فکر کنیم امروز اگر ارتش دست بزنه به یک حرکتی سرکوب خواهد شد و بعدش قتل عام میشن. نه، این اتفاق غیر ممکنه. قدرتی که ارتش داره، اصلا اسم ارتش سپاه رو میترکونه، میپاشونه اصلا. یعنی سپاه قادر نیست اگر ارتش با زره پوش و تانک و نفربر و اینا بیاد تو خیابون به علاوه اینکه سپاه ببخشه، سپاه نمیتونه مقابله کنه با ارتش. به علاوه اینکه وقتی سپاهیای ایرانی، نه این مزدورای افغان و لبنانی و اینا رو کاری ندارن، وقتی ارتش به مردم پیوسته، سپاه و بسیج اون بخشی که از بدنه کنده شده میاد میشسته به مردم، نیروی انتظامی، یگان ویژه نیروی انتظامی، اون بخشی که از اینا کنده شدن میان میچسبن به مردم و یه حرکت 100% خودجوشه. من باز برای بار چندم تکرار میکنم، در کودتای 25 مرداد زمانی که مصدق و دار و دستش خیانت کردن، شاهنشاه فقید در بغداد بود و دعوت بعدیش برای ایتالیا روم بود، اصلا در جریان نبود ایران چه اتفاقی افتاده و مصدق کودتا کرده. و قبل از مطلع شدن در روم، تمام ارتش و مردم بلند شدن، اقدام کردن، تیپ‌های زرهی حرکت کردن و زمانی که شاهنشاه فقید متوجه شد، پیام دادن، تلگراف زدن که کشور در امنیته و شما میتونید با آرامش به کشور برگردید. حتما مگه باید شاهنشاه اون موقع دستور میدادن، شاهنشاه فقید دستور میدادن که بعضی الان توقع دارن شاهزاده رضا پهلوی دستور بده ارتش؟ ارتش یک وظیفه است در قبال مردم، در قبال خاک، در قبال تمامیت ارضی، یک وظیفه است که به مسئولیت و عهده ارتشی گذاشته شده. چرا برای فرار از زیر بار مسئولیت میخواییم با کلمات بازی کنیم؟ چرا میخواییم خودمون رو فریب بدیم؟ اگر اعتماد به نفسمون رو از ما گرفتن، اگر عزت نفسمون رو از ما گرفتن، ربطی به جایگاه شخصی کسی یا کسانی نداره. ما باید برگردیم به اون اصالت خودمون و اون شرح وظایف و مسئولیتی که داریم رو قبول بکنیم و پاش بیستیم. مردم عادی یک وظیفه دارن، ارتش یک وظیفه داره. در شرایطی که لحظه به لحظه به تمام بخش‌های جامعه، به تمام بخش‌های کشور داره آسیب میرسه، جنوب و شمال و غرب و شرق رو دارن میبخشن و دارن چشم‌پوشی میکنن از ماهیت اصلی ایران و ایرانی، وقت نشستن ارتش نیست. ارتش یک لحظه تصمیم باید بگیره، اگر یک گردان، یک لشکر، یک هنگ تصمیم بگیره پاشو بذاره تو خیابون، اون موقع است که میبینیم در تمام ایران تمام نیروهای ارتشی زمینی، دریایی، هوایی وسط خیابون میان و کودتا رو عملی میکنن. پس اگر ما مطلبی رو در رابطه با خود من نوشتم ارتش بیغیرت، ارتش منظور از کسانیه که این توانایی رو دارن که دست به کودتا بزنن، بهانه میکنن نسبت به این که فرمانده نداریم یا منتظر دستور شاهزاده هستیم. اینا رو بریزید دور، به کشورتون فکر کنید، به شرایط زندگی خودتون فکر کنید، خانوادهتون رو نگاه کنید، به مردم نگاه کنید، دست بذارید تو دست هم دیگه، مردم از شما حمایت خواهند کرد. شما نباید واسید که بیایید مردم رو حمایت کنید، ارتش باید بیاد تو خیابون، مردم از ارتش حمایت کنه، هیچ وقت از زمین به آسمون نبارید. من در رابطه با این بخش عرضم تمومه، اگر اجازه بدید بدهید که میخوام از حضورتون مرخص شم، دو تا مطلب رو خیلی کوتاه عرض کنم بعد از حضورتون مرخص شم. جناب قاسمی، جناب کامپور، یه لحظه اجازه بده. دوستان توی فیسبوک لطفاً این برنامه رو پخش کنید، ببینید، همکاری کنید. الان این مهمه، الان گفته های همون دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا نماینده که باشون صحبت شد، اینا مهمه. فقط نشینید نگاه کنید به به چرچه یا ایراد بگیرید یا فلان. من الان نگاه میکنم میدونم این برنامه نزدیک 400 بار شیر شده، این برنامه بالای 2000 تا باید شیر بشه. چرا شیر نمی کنید؟ حالا بعد از صحبت جناب کمالپور یه چند تا مورد دیگه هم هست که من باید بهش بپردازم حتما، اگه یادم نره.
ولی لطفا همین الان که دارید برنامه رو نگاه میکنید این برنامه رو شیر کنید، بذارید دیگران هم بشنون. تنها ابزاری که ما داریم همینه، و اگر این روش رو درست میبینید، میپسندید که این کار ادامه پیدا کنه، از دفتر، خوب دقت کنید، از دفتر رئیس ستاد مشترک ارتش زنگ زده خواهد شد تا طویله تک تک امام جمعه ها و پاسدارها و بسیج همه اینا رو زنگ میزنیم. یعنی باید زنگ بزنیم، این مستلزم حمایت شماست. وقتی ما داریم الان این همه کار انجام میدیم فلان، من نگاه میکنم میبینم 400 بار این برنامه، جان قلم منظورم شما نیستی، 400 بار این برنامه شیر شده، این اصلا درست نیست. لطفا شیر کنید این برنامه رو، و چون اینو باید بازخورد داشته باشه، اینو باید پخش بشه. بفرمایید جان قلم، شما صحبت تو بکن، من بعد از شما ادامه صحبت هم میدم. خواهش می‌کنم. خدمت رو عرض کنم که یکی از مهمترین مسائل اینه که ما بارها اشاره کردیم در رابطه با مبارزه‌ای که داریم می‌کنیم، ما تلاش کردیم از دنیای مجازی آوردیم این مبارزه رو بیرون و آوردیمش در دنیای حقیقی با برگزاری همایش‌ها. عزیزانی که به ما مهر دارن، به کشورشون حس ناسیونالیستی رو هنوز دارن و حفظ کردن و به دنبال آزادی کشورشون و مردمشون هستن، توی این مسیر در طول این 5-6 ماه خیلی ما رو یاری کردن. اما بعد از همایش دوم ما هنوز و کماکان به بخش مالی بدهی داریم. تا اونجایی که در توانتون هست، یک سری تیشرت هایی بود که شماها درخواست دادید و ما رفتیم زدیم و در طول 2-3 روز گذشته باز بسیاری از عزیزان درخواست داشتن، خرید کردن. اما با برای تکمیل این مدتی که بدهکار هستیم، با ایمیل انسجام ایران تماس بگیرید، پیام ارسال کنید برای خرید این تیشرت ها. قیمتش مشخص، اما اگر دوست دارید بیشتر هم میتونید پرداخت بکنید، مشکلی نداره تا جایی که در توانتون باشه. این مبالغ باید پر بشه ما بتونیم در دنیای واقعی ادامه بدیم. مسئول مالی کاملا مشخصه، هر پرسشی داشته باشید ایشون پاسخ میدن و در برنامه مختلف هم اومدن شفاف سازی کردن هزینه ها رو، مبالغ واریز شده رو، دریافتی ها رو، همه رو ارائه دادن. مورد بعدی که یک حماسه ملی هست برای ایرانیان خارج از کشور و انقلابی در خارج از کشور میتونیم رقم بزنیم، انقلاب فیروزه‌ای هست در 7 سپتامبر که در سراسر دنیا ایرانی ها به چند جهت باید بیان بیرون، مجوز بگیرن بیان بیرون. نخست اگر میتونن در مقابل پارلمان ها اعتراض کنن نسبت به ادامه ارتباط و روابط دیپلماسی که با جمهوری اسلامی دارن و خواهان قطع کلیه روابط بین المللی از جمله معاملات بین المللی یا روابط سیاسی باشن، یا در مقابل خبرگزاری های محلی یا خبرگزاری های مهم میتونید جمع بشید، خواستار این باشید اخبار داخل کشور رو منتشر بکنن و صدای مردم داخل و صدای این همه معترض مردم داخل کشور رو به گوش جهانیان برسونن. این اتفاق کسانی که مدعی بودن و مدعی هستن 40 سال دارن مبارزه میکنن، امروز دیگه بحث هیچ طیف سیاسی مطرح نیست، بحث این هستش که بلند شیم بیاییم به خاطر کشورمون، به خاطر مردممون بیاییم بیرون. یک قدر مجبورش بکنیم اخبار داخل پوشش بدن در سمت جهان. امروز وقت اینه که ایرانی بلند شه، ایرانی خارج از کشور بلند شه، از توی خونه ها بکنیم بیاییم بیرون و پیام به همیهنان از داخل به گوش جهانیان برسونیم. جناب قاسمی سپاسگزارم از شما، من از حضور شما و سایر دوستان مرخص میشم با عزتون اگر پرسشی ندارید. البته سپاسگزارم جناب کمال، تو وقتتون خوش. این برنامه ادامه داره، من فکر میکنم جناب کمال پور اگر فردا فرصت کنید، فردا زودتر، یعنی از ساعت 6 ما زودتر اگر بتونیم این کار انجام بدیم، حداقل 2-3 ساعت زمان داشته باشیم که بتونیم حداقل 5-6 تاشون مثل این اینایی که امشب توی گفتگو اومدن و صحبت کردن ها بتونیم، هرچند اونا هم حالا خاک برشون خبر میبره ولی مهم نیست، ما تلاشمون رو میکنیم. یه روز نماینده ها، یه روز مجلس، یه روز نمی فلان، یه روز فلان، یه روز حتی بیت علی خامنه ای، چون شماره تلفن های اینا هست. بله
بله با هم دیگه امشب صحبت میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم برای بقیه. پیروز و پرتوان باشید جناب قاسمی عزیز، برای همه همیهنان عزیزم در هر کجای دنیا که هستید بهترین ها رو از صمیم قلبم آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی، جاوید شهریار ایران زمین، رضا شاه دوم، تا درود اینو بدرود. سپاسگزارم جناب کمالپور، ولی یادت باشه فردا شب از اون کرما به من بدی که من توی قلابم بندازم. نزدیک خودت هست. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، دیدید و شنیدید، کسانی که میتونید اون قسمت ها رو کات کنید با عکس اون نماینده ها، عکساشون که اسمش گفته میشه سرچ کنید توی اینترنت اسمشون میاد، عکس ها رو بذارید، این فایل ها رو هم اون یتیکه های صحبتشون رو بذارید و توی فضای مجازی پخش کنید. و خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه این کارها، این قسمت. این برنامه هم توی این روش، یعنی سلسله برنامه هم ادامه میدیم، از دفتر علی چولاق گرفته تا شاید کلانتری ها و ژاندارمری ها و حتی فرمانداری های محلی هم میشه این کار رو انجام داد. سعی میکنیم که اینا رو بیاریم بیرون و ملت بدونن اینا کیه، چی میگن، حرف حسابشون چیه. این خیلی مهمه که این کار رو انجام بدیم. من کر ندارم وگرنه بهت میدادم. جناب قلمی هم یه موقعی اذیت میکنه برام. اما برگردیم روی بحث دیگه، من خدمتتون بگم همجوری که جناب کمالپور گفتن، میدونید دوستان ما کاری که داریم انجام میدیم در کنار افشاگری هایی که میکنیم کارهای عملی هم انجام میشه، مخصوصا این همایش هایی که گذاشته شد و این سیستمی یا این نظمی که الان داره بین دوستان به وجود میاد. برای هفته سپتامبر توی تورنتو کانادا، هفته سپتامبر روز جمعه، بارندگی شدید، دوستان رفتن مجوزشو گرفتن برای روز شنبه 8 سپتامبر در آدلاید و شهرهای دیگه استرالیا هم گذاشتن، رفتن مجوز گرفتن برای یک شنبه 9 سپتامبر. بله دوستان دیگه ای که توی هر کدوم از این شهرها، هر کدوم از این کشورهای که هستید، اگر میتونید، اگر میخواید کاری انجام بدید برای نشون دادن عکس العملی به این کارهایی که جمهوری انگلنشان آخوندی داره انجام میده، دریای کاسپیان رو که فروختن هیچی، دریای عمان و خلیج فارس هم کلن واگذار کردن به چینیا و اونا هم دارن کلن از بیخ و بن هرچی توشه دارن میخورن و دارن میبرن، دارید ویدیوهاشو میبینید، گزارشاش هست. کسایی که میخواید عکس العملی نشون بدید، ما باید جلوی رسانه های بین المللی و جلوی پارلمان های کشورهای مختلف تجمعاتی داشته باشیم، دال بر این که شعارهایی که اونجا گفته میشه و نوشته میشه اولا به زبان محلی همون منطقه باشه، دوما ما باید توی شعارمون اینو نشون بدیم که جمهوری انگلنشان آخوندی مشروعیت قانونی از نظر ملت ایران ندارد و هر گونه قرارداد، توافقنامه، معاهده، کوفت، زهرمار با جمهوری انگلنشان آخوندی از نظر ملت ایران مردود اعلام میشود. شما اینا رو ما باید داشته باشیم، این اسناد باید ثبت بشه که فردای سرنگونی جمهوری انگلنشان آخوندی در دادگاه های بین المللی و وکلا و دولت مردانی که میخوان حق مردم ایران رو باز پس بگیرن به ایران بدن، یه سری اسناد، اینو همه میشه سند، طبق همین اسناد میتونن خیلی کارا رو انجام بدن. بنابراین این باید به صورت سیستماتیک باشه، به صورت زنجیره‌ای باشه. اصلا هم نه کردیتش برای سعید قاسمی، نه برای مهران کمالپور، نه برای جناب مهربانی یا دیگران، نه، این یه کار، یا جناب قلمی، این یه کار، کار ملیه، یه حماسه ملیه، انقلاب فیروزه‌ای یا رستاخیز فیروزه‌ای اسمم گذاشته شده روش، 7، 8، 9 سپتامبر. حالا ببینید شما تو کدوم کشورها، تو کدوم شهرها میتونید خودتون برید مجوز بگیرید از پلیس، بعد اعلام کنید به ما در همین صفحه رستاخیز، یا به همون ایمیل insjam@gmail.com ایمیل بزنید، یا به صفحات شخصی هر کدوم از ما بگید تو کدوم شهرها، کدوم یکی از این شهرها شما رفتید مجوز رو گرفتید، هم ما براتون تبلیغ میکنیم که هموطنان توی اون شهری که شما رفتید این کار انجام دادید با خبر بشن، هم یه سری پیشنهادات رو میدیم که خودتون تبلیغات میدانی رو اونجا انجام بدید. ما اگر بتونیم در 100 شهر حداقل در 100 شهر از این کش دنیا بتونیم در یک روز واحد و یک ساعت واحد، 4 بعد از ظهر به وقت محلی هر کجا تا 6، برای یک خواسته مشترک یه حماسه رو اینجوری ترتیب بدیم و انجام بشه، این بزرگترین کاریه که در این سالها کسی انجام نداده، مثلا نخواستن انجام بدن، اما ما میخوایم انجام بدیم
چون ما میخوایم کشورمون رو پس بگیریم. ما برامون مهمه حتی یک قطره از آب و خاک ایران. بنابراین یه بار دیگه کسانی که میتونید تو شهرتون، کشورتون برید مجوز از پلیس بگیرید، به ما اعلام کنید برای هفتم، هشتم، نهم سپتامبر یا جلوی یه رسانه ملی، میگم ملی، رسانه بین المللی یا حتی یک تلویزیون محلی مال هر شهری که هستید یا جلوی پارلمان همون کشور یا اون شهری که درش زندگی میکنید مجوز رو بگیرید، به ما اعلام کنید، ما به زودی تیزرهای تبلیغاتیش میاد بیرون برای هفته 7 8 9 سپتامبر. دیدم جدیدن هم یه سری میگن اگر کاری انجام ندی کسی بهت حمله نمیکنه. به قول یکی از دوستان، من اگه بگیرم بشینم تو خونم کاری انجام ندم، مبارزه نمیکنم، نکنم که کسی به من حمله نمیکنه. الان جدیدن یه سری آشولاش پیدا میشن، پیدا شدن. بلافاصله وقتی شما این برنامه رو پخش میکنید یا شیر میکنید یا کامنت میذارید در حمایت از این برنامه ها، اکانت های جعلی به شما زنگ میزنن و من و جناب کمالپور و جناب مهربانی و دیگران میشیم مزدور. بعد اون کسی که توی پشت اکانت جعلی قایم شده میشه وطن پرست و وقتی طرف سوال میکنه خب دلیل مزدور بودن اینا رو بدید، میگه بعدن یه روز بعد از ظهر ما قرار افشاگری کنیم. یه روز بعد از ظهر، حالا تخم پدرت هستی، خب یه افشاگری کن. اگر ما مزدوریم و داری در مسیر جمهوری انگل نشان راه میریم، تو که ساکت نشستی خفه خون گرفتی، تو مزدورتر از مایی. چون اگر فکر میکنیم ما مزدوریم، خب بیا افشا کن، بیا اسناد ارائه بدید. چرا میرید پشت پرده زنگ میزنید به کسایی که برنامه رو پخش میکنن؟ چرا میرید به ادمین گروه ها زنگ میزنید؟ برای اینه که دارم میگم دوستان این برنامه رو شیر کنید، چون این برنامه اگر بالای 1000 تا شیر نشه، اون تأثیری که باید داشته باشه رو نداره. و این وظیفه شما چند نفریه که دارید این کار رو انجام میدید. یک دو اگر بعد از برنامه ها کسی به شما در پیام خصوصی زنگ زد و یه چیزی راجع به امثال ما گفت، بگید آقا جان اینا که جلوی دوربینن، تمام مسائلی هم که دارن میگن با سند دارن حرف میزنن، تو که پشت اکانت جعلی قایم شدی، اسم و عکس خودت هم حاضر نیستی بذاری، سند خیانت یا چی میگن مزدوری اینا رو ارائه بدید. و بعد از اینجای لامصب بابا اینو آکبند با خودتون نبرید اون دنیا، به کار بندازید اینو گذاشتن برای اینکه فکر کنید. خب من نشستم اینجا دارم حرف میزنم، سندام هم میذارم، بعد یه اکانت جعلی میاد برای شما پیام میذاره، به شما زنگ میزنه حرف میزنه، یا حرفم نمیزنه فقط پیام میذاره، اون میشه سند، من میشم مزدور. جالبه، من دیروز با یکی از این ادمین گروه ها بحثم شد، گفتم خانم تو حالت خوب نیست، که من 40 سال خارج از کشورم. گفتم 40 سال خارج از کشوری، خارج از مغز که نیستی. خب ما داریم برنامه میذاریم مستند، یه اکانت جدی اومده میگه آقا سعید قاسمی، مهران کمالپور، رضا مهربانی و ایکس و ایگرگ مزدورن. دلیل مزدور چی؟ دلیل مزدوریشون چیه؟ بعدن یه روز بعد از ظهر قرار افشا کنیم. و این خانم احمق که الان هم داره میشنوه حرف اون شخص رو باور میکنه، واقعا جای تاسفه. و میگه چرا جنتی 40 سال داره در ایران حکومت میکنه؟ چون ماها ایرانی‌ها نمیخوایم اینو، میخوایم آکبند با خودمون ببریم اون دنیا. بابا به کارش بندازید، به خدا دو تا چهار تا، به همین سادگی. یک دو سه، این برنامه رو همین الان پخش کنید. دوستانی که میتونید کات کنید اون قسمت رو کات کنید. برنامه فردا احتمالاً الان شب من با جناب کمالپور صحبت میکنم. این سلسله برنامه ها ادامه داره، به همشون زنگ میزنیم، همشون رو میکشیم بیرون از سوراخ. ولی نیاز به حمایت شما داریم، شما حمایت کنید تا ما هم کارمون رو انجام بدیم، به همین سادگی. مورد دیگه هم که می‌خواستم به شما بگم، آها یه مورد دیگه هم بگم دوستان، راجع به شنبه و یک شنبه گذشته که قرار بود تجمع اعتراضی جلوی طویله اسلامی برگزار بشه، اگر حواستون باشه سوپاپ‌های اطمینان جمهوری انگل نشان اومدن و این مسیر رو منحرف کردن. کیا بودن؟ تمام تبلیغات انجام شد، یه دفعه جمعه بعد از ظهر شخصی به نام قاسم شعله سعدی که دو دوره نماینده طویله شورای اسلامی بوده، دو دوره نماینده طویله جمهوری اسلامی بوده و حتی همین انتصابات جدید گذشته ریاست جمهوری رفت کاندیدا شد برای ریاست جمهوری، کاندیدا شد که رد صلاحیت شد. این شخص یه دفعه اومد یه ویدیو گذاشت که من فردا میخوام برم جلوی مجلس با عکس دکتر مصدق، خوب دقت کنید، با عکس دکتر مصدق
برای برکناری قانون نظارت استثوابی. ملت میخواستن برن برای دریای کاسپین اعتراض کنن، این شخص برگشت گفت من میخوام برم برای برداشت شدن قانون نظارت استثبابی. یعنی به همین سادگی اون کسی که داخل ایران نشسته میگه خب من بیام برم برای عکس مصدق، مصدق خائن یا ملا مصدقی ها، بنابراین کسی جمع نشد، یعنی فریب دادن. در کنارش هم اون شیپورچی بیناموس نوریزاد و اون یکی شپش تبرزدی، اونا اومدن یه همچی کاری کردن و سعی کردن شنبه و یک شنبه رو منحرف کنن و تجمعی به اون صورت انجام نشد. این خیلی مهمه و دیدم یه سری دوستان در فضای مجازی آه دکتر قاسم شعله‌سدی رو دستگیر کردن، دستگیر کردن به تخم باقر که دستگیر کردن، چون این کسابت مال خود ایناست. اینا این کار رو انجام دادن صبح زود شنبه، بلافاصله بی بی سی، رادیو فردا، صدای آمریکا و سایت‌های خبری خبر رو منعکس کردن که سه و دو وکیل و یک فعال سیاسی مثل نوریزاد رفتن جلوی مجلس برای، خوب دقت کنید، رفتن جلوی مجلس اعتراض کنن برای برکناری قانون نظارت استثبابی و این شده که جمهوری اسلامی اینا رو گرفتن، در صورتی که مردم میخواستن برن اونجا برای دریای خزر اعتراض کنن و اصلا کل جمهوری اسلامی باید بره گم شه، چه حالا نظارت استثبابیش بره یا نره. میخوام به شما بگم اینجوری منحرف میکنن. یا بعد از اینکه قرارداد ننگین و اینا بستن در روسیه، شما فردای اون روز یه دفعه میبینی یک ازگل عقب یک ازگل عملی ملی منقلی در پاریس در فرانسه به نام تغییر رحمانی، شوهر نسرین نرگس محمدی، و یک شخصی دیگه داخل ایران رضا خندان به عنوان شوهر نسرین ستوده، این دوتا اومدن دوتا پست گذاشتن توی توییتر و فیسبوک داله بر این که این گفت نرگس حالش بده، اون گفت نسرین حالش بده. یه دفعه افکار عمومی از دریای خزر و کاری که جمهوری انگل نشان آخوندی انجام داده توسط رسانه‌های مثل صدای آمریکا و بی بی سی و یه مش الاغ در لس آنجلس و لندن رادیو تلویزیون ها، افکار عمومی برگشته شد رو نسرین ستوده و نرگس محمدی به همین سادگی. بعد یه سری هم در فیسبوک و توییتر و اینستاگرام احمق عکس این زنیکر و پتیاره رو گذاشتن، من نرگس محمدی هستم، من نسرین ستوده هستم، من نوریزاد هستم. خاک بر سرتون کنم که اینقدر شعور ندارید، اینقدر نمیفهمید مملکت داره به تاراج میره، شما هنوز فکر میکنید نوریزاد و تبرزدی و ستوده و نسرین محمدی و شیرین عبادی و همسال اینها دلشون برای کشور میسوزن. نه، اینا سوپاپای اطمینانی هستن که جمهوری اسلامی هر موقع میخواد افکار عمومی رو پرت کنه، دقیقا برید نگاه کنید، هر موقع خواسته یک حرکتی رو تحت شعار قرار بده، یا نسرین ستوده اومده بالا، یا نرگس محمدی، یا تبرزدی، یا نوریزاد، اخیراً هم قاسم شعله‌سدی با عکس مصدق. به همین سادگی. چرا عکس مصدق؟ چون از خیزش دیماه به این ور و از قبلش هفته آبان دو سال پیش ملت پادشاه رو صدا زدن و اینا حالا دارن جنازه متعفن کثیف مصدق رو میارن بالا، چه علی لاریجانی داخل طویله و چه بقیه که در توییتر و این منور هستن دارید میبینید. به هر حال سعی کنید فریب اینا رو نخورید. کاری که باید ما بکنیم حفظ تمامیت ارضی ایران و سرنگونی کامل جمهوری اسلامی. ملا مصدق و پلا مصدق و همه این آشغالا هم با هم باید به لجنزار تاریخ فرستاده بشن. من وقتتون رو نمیگیرم، یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم برنامه رو پخش کنید، در پخش کردن کوتاهی نکنید. فردا این سلسله برنامه ادامه پیدا خواهد کرد تا ببینیم به کجا خواهیم رسید. فقط من فقط به حمایت شما نیاز دارم. فراموش نکنید برنامه رو پخش کنید، توی پیام خصوصی برای همه بفرستید، برای دوستانتون بفرستید. این سلسله برنامه هم تاریخ برنامه بعد فردا روی صفحه رستاخیز اعلام خواهد شد. وقتتون خوش باد.
دولت تعیین میکنم، من شهر این دولت میدارم. Let's go, be the one.